مرکز فوق تخصصی نیو لوکس سکین سنتر امکان پذیر خواهد بود. در این مرکز متخصصین با تجربه با دستگاه‌های پیشرفته پاسخگوی نیازهای پوست بدن شما می‌باشند. از بین بردن موهای زائد بدن، شادابی و تراوت پوست، کاهش چین و چروک‌های پوست، از بین بردن رگ‌های زائد پا. شماره تماس با نیو لوکس سکین سنتر 818-662-5005. تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هوی متال آنقدرها هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر رده‌ای که هستید، همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. بهروز پاکشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام هنرجویان هدیه می‌دهد. 1-866-762-5846. سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام به جون جونه به تک تک رفقای کلتونه. متشکرم از اینکه به شوی کلتونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همچنین دوست داشتیم راجع به حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایط جور نمیشد. خیلی از این حرفا رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشی اومده اینجا تا راجع به همین مسائل با شما صحبت کنه. شوی فورتونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه. یعنی فقط حرفای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk. Today, billions of dollars are spent on corporations, stock market, securities, real estate, and contracts. One minor mistake causes a major mistake. Don't stay in darkness. Protect yourself.
مرداد البرز، اتورنی ات لا. فوتونگار با افتخار مسئولیت فیلم برداری و عکس برداری جشن‌های عروسی شما را می‌پذیرد. فوتونگار با بیش از 15 سال سابقه، با کادری متخصص و مجهز و قیمت‌های مناسب، بالاترین کیفیت را تضمین می‌کند. لحظات شیرین و با ارزش خود را فقط با فوتونگار زنده نگه دارید. 310-477-75-76 فوتونگار وی پرچونه بی بی The deal is چونه. هرچی چونه داری you welcome، هرچی چونه نداری don't waste your time on me because I'm gonna be چونه in all the time. خب دوستان عزیز بیننده Persian TV، امروز خیلی خوشحالیم که شوی پرچونه رو از Persian TV ادامه میدیم. ما شوی پرچونه رو همینجور ادامه میدیم. 6 ساله سوسک سگجون تا حالا دیدیم؟ هر چی میذاری بودن نمیمیره لامصب. ادامه میدیم شوی پرچونه از تلویزیون Persian TV و در خدمت دوستان هستیم. انانس کردیم دیروز روی گروه یاهو، ولی خب یه خود دیر انانس کردیم. میدونیم که دوستان ما رو میبینن نمیبینن، اصلا داستان چی هستش. امروز در واقع روز اول برنامه ما در تلویزیون Persian TV هست و اون پایین تیوی هم که میبینید شماره تلفن هست، شماره تلفن لایوی هستش که شما میتونید با ما تماس بگیرید و با پرچونه چونه بزنید. طبق معمول the deal is open today، the mic is open today و دیگه هر چی که شما دوست داشته باشین ما خوشحال میشیم با تو حرف بزنیم. blab by the pound babble battle that makes you rattle، don't rattle too much because you need to hold the phone. بله، هر شماست که پرچونه مسیر رو طی میکنه از صحبت و بررسی صدای تلفن خیلی زیاده، بررسی مسائل مختلف اجتماعی. بعضی از این مسائل میشه صدای اون تلفن رو کم کنیم؟ نمیشه؟ اگه بکنیم اون پایینش رو بزن کم میشه. آره دوستان که زنگ میزنن هی صداش من اینتراب میکنه، منم که ویر میزنم دیگه، حرفم که حساب نداره، یه تلفن بگی گیج میشم. عرشبت که از بررسی مسائل مختلف اجتماعی چیکار کنم؟ تلفن بگیرم؟ از مسائل مختلف اجتماعی و حرف بزنم. خیلی خوب. و دید مختلف، افراد مختلف روی این قضیه، هر کسی یه جوری هستش. واسه همین پرچونه یک شو کانتروورشال هست، کانتروورسی در جامعه ایرانی در سر تا سر جهان مثل سوشی میمونه، هم خوشمزه است، هم جدیده، هم خیلی ها نمیشناسن، هم خیلی ها اصلا نمیدونن یعنی چی، هم خیلی ها عاشقش هستن، هم خیلی ها بعدشون میاد، هم خیلی ها تعاملش ندارن، هم خیلی رودل میکنن، حتما باید ماهی پخته بخورن، نمیتونن ماهی خام بخورن. تلفن بگیرم؟ باشه. خط چند رو بگیرم؟ من نمیبینم، نور افکن تو چشم من نمیدونم چیکار داری میکنی. از پایین بگیرم بیام بالا؟ آقا حرف خوب بزن، چرا حرف بد میزنی؟ از شرط که اینجا چه خبره؟ اینجا کانسترکشن. این سرصدا رو میشه لطفا بگی یه خود پایین نگه دارم، من نمیتونم حرف بزنم. همسای بغلی یه دعوا دارم میکنن، یه جور سرصدا روزه، یه جور سرصدا، آرامش ندارم تو این خونه. خب چی داشتم میگفتم؟ دروغو کم حافظه است، یادم رفت. آقا تو رو خدا یه کاری بکن، این صدا داره دیوونه میکنه من. مرسی. بگو تو دیوونه هستی اصلا؟ دیوونه کردن تو کار راحتیه. هر شبت که تلفن ها رو بگیریم تا ببینیم صدا درست میشه یا نه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. هلو سلام. سلام بفرمایید. Is this the show that I'm calling Portuna? Yeah, this is the Portuna show. You're on the air with Behruz. Go ahead. Yeah. Hi, how are you doing? Thank you very much. How about yourself?
I'm fine, thank you. I like the show. It's a good show. Thank you very much. How long have you been watching the show? I think it's just 3 or 4 days I'm watching. Okay. My friend told me about the show, and right now I'm watching it. That's cool. All right, where are you calling from? I'm calling from Virginia. Virginia. Mm-hmm. How's the weather over there? Oh, good. Today's a good weather. I'm happy to hear that. All right, you have something to say today? I'm sorry? Have you got something to say today? Not that much. I just want to thank about the program. That's it. Thank you very much. That's a good program. You're welcome. The first phone call, ladies and gentlemen. Here we go. خب عرض شود که بعد تو شوی پرچونه شما میتونید راجع به مسائل مختلفی که تو ذهنتون هست صحبت بکنید. منتها سیستم شو اینطوری هستش که بنده دیکتاتور شماره 1 شو هستم و یه موقع سوژه تعیین میکنم که روز رو سوژه خودم میخوام صحبت بکنم، شما میتونید با من شرکت بکنید، درش نظر بدید. یه موقع هستش که سوژه آزاده دیگه، شما تلفن میکنید، هر چی میخواید میگید، ولی بر صورت در خط مسیر شو هست و اینا. و بعد دیکتاتورشیپ به این صورت ادامه پیدا میکنه که راجع به همه مسائلی که هر کس نظر خودشو میگه، منم نظر خودم رو میگم، شما هم میتونین گوش بدین، بعد دوباره نظر خودتون بگین. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. الو بهروز خان، مخلصم، بفرمایید. علیکم. سلام علیکم. به خدا ساعت 12 رو اون کانال رفتم، هر کی منتظرت شدم دیدم نمیای. کانالای دیگه رو گشتم، الان اینجا میبینم، چقدر خوشحالم. خوب کاری کردی از اون کانال اومدی بیرون. اومدی تو برنامه بچه‌ها و جوونا. باریکلا به تو. خیلی متشکرم. درست اگه میدونستم واقعا برات گل میفرستادم. قربون شما، خودتون گل. مثل تمام سالهایی که همیشه موفق بودی، موفق باشی. برای امروز هیچ تاپیکی مثل این که معرفی نکردی که شروع کنی. والا مرسی از اینکه شما ما رو اینقدر خوب میشناسین، ولی خب چون من روز اول اومدم اینجا، اصلا نمیدونم بیننده های من امروز من ایمیلی که دیروز فرستادم گرفتن نگرفتن. اصلا گفتم تاپیکی بذارم زیاد ممکنه جالب نباشه، چون شاید خیلی‌ها ندونن مثلا اینجا هستم. به خاطر همین گفتم امروز بکنیمش اوپن مایک که با دوستان صحبت کنیم، هر کس هر سوالی صحبتی هست. اگر اوپن، پس از من گوش کن، داغ‌ترین تاپیک امروز دیورسه. اگر راجع به دیورس تاپیک تو امروز بذاری، من فکر میکنم خیلی خوشم خواهد اومد. دیورس، آره، واقعا یکی از کله گنده ترین مشکلات مردم تو آمریکا. در حقیقت من موفقیت مثل سالهای پیش برات دارم. هفته دیگه حتما برات گلم میفرستم. قربون شما، شما خودتون گلین. مرسی، متشکرم. تو مریم خانم همیشه در برنامه شوتون موفق باشید. متشکرم، مرسی، ممنون. متشکرم. جاش هم تشکر کنیم از مریم خانم عزیز که منیجر شوی پرچونه هستن و 6 سال آزگار به پای دردسرای شوی پرچونه نشستن و بر صورت ما هرگز نتونستیم به هیچ کدوم از همکارانمون اونطوری که واقعا حقشونه واقعا رسیدگی بکنیم و در واقع حقشون رو بپردازیم، ولی حداقل ما میتونیم تشکر بکنیم از تمام کسایی که در این راه پرچونه ما بودن و مریم خانم عزیز هم یکی از همون افراد هستن، ما ازشون تشکر میکنیم. و عرض شود که راجب دیورس گفتی، یه تلفن دیگه داریم، اونو بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. علی آقای بهروز عزیز، سلام عرض کردم. من بهرام هستم از سن دیگو زنگ میزنم. میخواستم ببینم راجب طلاق شما چی فکر میکنید؟ راجب طلاق؟ بله. آخه خیلی موضوع وسیعه، منظورتون چه کدوم قسمتشو چی شد؟ من اینم 15 سال ازدواج کردم و خانومم طبیعتا احساس میکنه من بهش نامردی کردم، من احساس میکنم اون نامردی کرده. و داریم از هم دیگه جدا میشیم. یه مقدار مسئله مالی این وسط هست، یه مقدار مسئله بچه ها هست و اینکه ایشون کارایی رو که کردن کاملا دقیقه من غیر منصفانه بوده، به خاطر اینکه با خانوادهشون صحبت کردن و گفتن که قرار شده بود که با برنامه قبلی من تحویل پلیس دادن و یه شب من رفتم زندان و اینکه من خر $500,000 کش توی حساب ایشون گذاشته بودم که خونه بخریم به اصطلاح. خانواده‌شون پشت سرشون با هم دیگه تبانی کردن که به قول خودشون این پول بالا بکشن.
و من موندم اینجا. و شما میتونی ثابت کنی که این در واقع چیز بوده، کانسپیرسی بوده، توطئه بوده؟ ببینید من ضبط کردم، من با خودم ثابت شدم، من صداشون رو ضبط کردم پشت تلفن و البته ضبط توی دادگاه تاثیرگذار نیستش و بچه هم اینجا بودن وقتی که ایشون کلیم کردن که من زدمشون. خیلی خوب، دقیقا تا چشون من نکردم و چون ضبط داشتم من توی خونه به صورت متداوم، صحبت ما هم ضبط شده که ایشون سر من داد میزنن و میگن که من زدمشونو و پلیس هم که اومد سینه‌شونو خودشون چنگ زده بودن و پلیس هم یه شب من انداختن. خب حالا این اولا که داد فریادی که من کتک خوردم و این منو زده، یه چیزی هستش که بزرگترین حربه زنها هستش تو جنگ با مردا و پلیس هم بلا فاصله شما رو دستگیر میکنه، چه ثابت بشه زدی چه ثابت نشه زدی، شما دستگیر میشی اول، یه ارست رکورد، یه رکورد تا آخر عمرت میمونه و بعدا معلوم میشه که این ارست رکورد لجیتیمت بوده و اون وقت میگن که چیز کانویکت نشدی ولی ارست رکورد میمونه. به خاطر همین شما باید همیشه مواظب باشی و از این سیچویشن دور باشه. منتهی الان قضیه شما در حد طلاق دیگه. بله ما سپریشن داریم، باید سپریت بشیم، من باید برم خونه بگیرم یه مدتی، میترسیدم میام توی خونه، تو آفیس میخوابیدم و یا خونه دوستان میرفتم. الان هم یه مقدار ما به هم دیگه آتش بس دادیم به خاطر بچه ها و من دارم خونه میگیرم به اکسون فانسیبول دارم خونه میگیرم که موبایل بکنم برم بیرون. خب حالا شما از من سوالتون چیه؟ سوال من اینه که من چجوری میتونم خودم رو پروتکت بکنم از این قضیه و آیا آلمانی و چالد سپورت تعلق میگیره یا نمیگیره؟ و چون من کارم کار آزاد هستش، میتونم یک سال کار نکنم تا این قضایا حل بشه؟ چون من اصلا مایل نیستم با کسی که بخواد زرنگبازی در بیاره، آلمانی هم بهش دادم و داره 6 تا بویفرند بگیره که من میدونم هم داره. Absolutely. Why not? کانورسیشن های تلفنیشون هم من ضبط کردم توی ماشین که با بویفرندش، با یه دونه از بویفرنداش همه جور صحبتی هم میکردی در مورد سکس. تو بویفرند صحبت دیگه جز سکس نداره بکنه که آخر. آفرین. بویفرند هم بکنه. سوال اینجاست که من که دیگه میتونم از دیگه آلمانی در رم. ها بنده وکیل نیستم ولی تا اونجا که شنیدم آلمانی به اندازه نصف روزایی که با هم دیگه بودین شما باید بپردازی، اون شخصی که پول بیشتری در میاره باید به اون شخصی که پول کمتر در میاره باید به اندازه نصف روزهایی که در ازدواج بودن بپردازه که اونو دادگاه مقدارش تعیین میکنه. نصف منظورتون چیه؟ بیا مثلا اگه 3 سال به طرف 4 سال به طرف زندگی کردی در ازدواج بودی، 2 سال مثلا چند سال؟ 15 سال. نه تا آخر عمرت باید بدی. نوش جانت باشه. اون وقت اگه من کار نداشته باشم چطور؟ ببین نه داستان اینه که یا وقتی 10 سال بیشتر شما با یه نفر در ازدواج بشی تا آخر عمرت باید اگر اون شما از اون بیشتر درآمد داشته باشی باید به اون آلمانی بدی که اون مقدار مثلا فرض کن شما هر چقدر مثلا 10,000 دلار در میاری یه درصدی رو تعیین میکنه که شما. من ما چون کارمون کار آزاد هسته ما توی 2 سال گذشته من مثلا شاید درآمدمون یه چیزی زیر 10,000 دلار نشون داده میشد چون بیزنس مال خودمون بود. آها. و پوزیشن من و ایشون هم یکی بود توی بیزنس، البته من یه موقع کار میکردم ایشون هم اینطوری کارم نمیکردم. خب اون اگه بتونه ثابت کنه که شما دروغ گفتی که تو هچل افتادی. آها. ولی اگر میخوای کلک بزنی شما هم کانسپیرسی شما توته رو میتونی با توته جواب بدی ولی شما هم بگی من پول در نمیارم و هر کار میخوای بکنی بکن، این کارا قانونی. من دقیقا همین رو میگم چون من کارم هم یه طوری هست که علاقه دیگه ندارم به پیش لایسنس میخواد واسه این کار، لایسنس من هم لغو شده، 4 سال لغو شده، توی 7 سال آینده هم قابل تجدید نیست، اون بحث خودش رو داره چرا این مسئله اتفاق افتاد. سوال اینجاست که اگه من درآمد نشون ندم که دارم چی کار میتونن بکنن؟ هیچ کار، درآمد نشون ندی اگه نشون بدی درآمد نداری هیچ کاری نمیتونن بکنن. منتها اگه بتونن اونا ثابت کنن شما کلک زدی اون وقت میری به جرم فلانی میری زندان و آرزو میکنی تا آخر عمرت چالتوبوت میدادی حداقل فلان نمیشدی. کلک چی زدم ببخشید متوجه نمیشم. جرم
متوجه نمیشم منظورتون. به جرم فلانی این کار فلانیه، یعنی جرم سنگینه در کالیفرنیا. بذار من فکر میکنم در استیت دیگه هم باشه که شما بخوای کلک بزنی که داکیومنتای شغلی پلیس رو چیز بکنی. نه کلک نمیزنم، نه اینکه بخوام کلک بزنم کلک نمیزنم. واقعا ما درآمدمون توی دو سه سال اخیر خیلی کم بوده، زیر مثلا $10,000 در سال بوده. خب حالت سمای ریتایرد ما داشته. الیمونی انیویز تعلق میگیره. اگه شما نشون بدی که پولی در نمیاری، خب وقتی کف دستمون نداره نمیشه بکنیم. ببینید وقتی ما مسائلمون رو همه رو جدا بکنیم، یه چیزی شاید حدود $1,000,000 ما لیکویدش بکنیم، کشش بکنه. خب از این $1,000,000 $500,000 به ایشون میرسه، $500,000 هم به من میرسه. درست؟ بله. خب حالا من اگه واقعا کار نداشته باشم، نه اینکه داشته باشم دروغ بخوام بگم، واقعا کار نداشته باشم و درآمد نشون ندم، چون من حاضر نیستم با این شرایط برم سر کار. خب. درآمد نشون ندم، آیا میان المونی رو از این 500 تایی که به من رسیده به زور میگیرن به ایشون میدن، یا اینکه از درآمد من کم میشه؟ اینو باید از وکیل بپرسید. من وکیل نیستم، ولی من تا اونجایی که میدونم و دیدم و تجربه کردم، دوستای دیگر دیدم، هر پولی داشته باشی پول الیمونیه را توش در میارن واسه. خب اونو پیش به چی حساب میکنن؟ من اونو نمیدونم، اونو باید با وکیل صحبت کنی. خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. دیگه زن نگیری بابا، دیگه زن نگیری بابا. خرجش یه مارتینیه، خرجش یه مارتینیه، $500,000 نیست. به خاطر یه گاو نمیرم، به خاطر یه لیوان شیر نمیرم یه گاو بخرم. درسته؟ کاملا درسته. 9.25 پلاس $2 تیپ میشه 11.25. به جای $500,000 یه مارتینی. شوی پرشنو بفرمایید. با بهروز زوئر هستیم. بله آقای بهروز جونم، این المونی فقط تا وقتی که چی میگن، تا وقتی که ببخشید خانوم ازدواج نکرده میتونه به آقا، میتونه به خانم بده. وقتی ازدواج کرد دیگه المونی نمیده. درسته، بله اون درسته. ولی وقتی معمولا تا عمر دارین آخه بله. نه اون تا واقعی که اون عمر داره هیچ موجوده که اگه عقلش از بچه 5 ساله بیشتر باشه، وقتی که بدونه که یه آدمی داره مایی $10,000 در میاره و $3,000-4,000 پول مفت الیمونی داره میگیره از هر کسی، از این آدم داره پول ازش میگیره، نمیره دوباره با این نفر دیگه ازدواج بکنه که اون پول قطع بشه. معمولا ازدواج هم نمی کنن، معمولا دیگه میفهمن که آزادی چقدر شیرین و زیبا هستش و چقدر زندگی مجردی خوبه. خونه هم که هست، یه پولی هم $3,000-4,000 حداقل ماهیانه داره میاد. معمولا ازدواج نمیکنن. نتیجه عملیش اینه که طرف باید تا آخر عمرش بده. ولی صحیح میفرمایی، کسی که ازدواج میکنه، اگه خانم ازدواج بکنه دیگه، یا هر چه آقا دیگه، الیمونی بهش تعلق نمیگیره. ولی 10 سال اگه از 10 سال بیشتر ازدواجشون طول کشیده باشه، تا آخر عمرش باید بده. از نیویورک دیفرنت، برای اینکه من خواهرم همینجوری شد من. ولی همون جوری که گفتین تا میگفتن تا 5-6 سال بیشتر المونی نمیتونه. بله نصف مدت ازدواج المونی تعلق میگیره. نصف مدت اگه 3 سال بودی 1.5 سال، 6 سال بودین 3 سال، و اگه از 10 سال بیشتر باشه دیگه تا آخر عمر، تا موقعی که طرف ازدواج بکنه. خیلی خوشحال شدیم با هم صحبت کردیم. خیلی ممنون. متشکرم. شوی پرتونه بفرمایید. با بهروز روئر هستیم. بهروز خان سلام عرض کردم. سلام بر شما. ببخش من شو نمیشناسم، الان اولین بار حدود 2 دقیقه هم هست. کجا بودین خانم؟ ما 700 تا شو داشتیم تا حالا. آره ام سو سوری، من از تورنتو تماس میگیرم. بله. ولی شما یه کمی بد اخلاقین، یه کمی راجع به ازدواج حرف خوبم بزنین بابا. آدمای خوب نمونه. ازدواج بسیار چیز خوبیه، ازدواج خیلی عالیه. حتما ازدواج کنین، به عشق ایمان داشته باشین، همدیگه رو بپرستین، اصلا به پول فکر نکنید، به آینده‌تون فکر کنید، چشمای کودکانتون رو در نظر بگیرید که شبیه چشمای شما خواهد و همدیگه رو ببوسین و محبت کنین. خوبه؟ مرسی، عالی. دستتون درد نکنه. چون به نظر من میاد شما دم خیلی خوب باشین، ولی یه کمی بدبینین ظاهرا. نه الان دیگه نظرم عوض شد دیگه، شما اینا رو گفتین. مرسی عزیز. خیلی خوشحال شدم. مرسی. آدم‌ها اینجوری عوض میشن. شوی پورچونو بفرمایید. با بهروز هستم. سلام بر شما. حال شما خوبه؟ مرسی بفرمایید. خسته نباشید. دوست داشتم من خواستم بگم، شما وقتی میگین که به اون آقا میگین که
خرجش فقط یه دونه مارتینیه که حالا با تیپ همه چی میشه $11. یعنی واقعا زندگی زناشویی فقط یعنی یه شب خوابیدنه. همین آخه زندگی زناشویی خیلی چیز عمیق و خیلی چیز زیبا و انسانی هستش. خب من دقیقا همینو میگم، یعنی به نظر شما یه شب خوابیدن میتونه جبران همه اون محبت ها و همه اون کم و کاستی زن و شوهر بکنه؟ خب من داشتم سوال شما رو جواب میدادم. اگر که با کسی طرف باشی و در رابطه قرار بگیری که طرف بیاد برای توطئه درست کنه و خودشو زخمی بکنه که پوست کله تو رو بکنه بندازه زندان، چه بهتر که شما با یه مارتینی یه شب کنار یه دختری باشی، فرداش هم دیگه قیافه اونو نبینی تا اینکه تو این درد سر بیفتی. منظور من اینه، منظور من اینکه همه رابطه‌های ازدواجی بده نیست، ولی انسان تا بیاد رابطه ازدواج رو بفهمه و بدونه که کنار هم بودن و با هم بودن چیه و چه ارزشی داره و به خاطر هر موضوعی نباید توطئه درست کرد، اون بهتر که آدم دور وایسه تا روزی که اون شخص رو پیدا کنه. آها، از این بابت درسته، ولی خب شما توضیحتون خیلی ناقص بود. حالا شما پرسیدین، منم توضیح کامل دادم. شما بله، حالا هپی هستی؟ من متشکرم. امروز ما کارمون هپی کردن هم است. هپی آور الان، هپی آور. آقا بریم چند تا کامرشال ببینیم. من تشکر کنم از دوستان عزیزی که همراهی و همکاری میکنن با شوی پرچونه و حمایت کردن همیشه شوی پرچونه رو، مثل فوتونگاه، مثل دکتر مهداد البرز، دکتر مجید سیفی، نیو لوک اسکین سنتر و بقیه دوستانی که با ما همیشه همکاری کردن، مورگیج سنتر آقای حامد سپهری. شاید که لیست طولانیه، حالا کامرشال های امروز همه حاضر نبوده، یه مقدار اشکال فنی داشتم برای تبدیلشون، سریع شد. با تشکر از روز مارکت، بستنی گل و بلبل، رستوران معروف کلبه سبز و تمام دوستانی که اسپانسر شوی پرچونه هستن. تشکر میکنیم. دوستانی که بخوان در شوی پرچونه با ما همکاری بکنن میتونید با ما تماس بگیرید. حالا ما تو بریک که رفتیم شماره تلفن ها رو براتون روی پایین صفحه مینویسیم که برای تبلیغات با ما با شماره تلفن 818-667-6907 تماس بگیرید و ضمناً میتونید به پرچونه.com یه سری بزنید. پرچونه.com هم حالا براتون مینویسن دوباره که این در واقع مرکز اصلی پرچونه هست. شما میتونید اونجا با ما تماس بگیرید، ایمیل بدید، تلفن های من هست، همه اونجا میتونید تماس بگیرید و در مورد ادورتایزینگ بیشتر با هم صحبت بکنیم. میریم چند تا آگهی ببینیم و برگردیم خدمت شما باشیم. Well, this is the Fortune Show. I don't know if you watch me, but I'm watching you. Damn straight I do. کرامت و زیبایی پوست بدن شما فقط و فقط با مراجعه به مرکز فوق تخصصی نیو لوک اسکین سنتر امکان پذیر خواهد بود. در این مرکز متخصصین با تجربه با دستگاه های پیشرفته پاسخگوی نیازهای پوست بدن شما می باشند. از بین بردن موهای زائد بدن، شادابی و تراوت پوست، کاهش چین و چروک های پوست، از بین بردن رگهای زائد پا. شماره تماس با نیو لوک اسکین سنتر 818-662-5005. تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هوی متال آنقدرها هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر ردی که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. بهبود پاپشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام هنرجویان هدیه می‌دهد. 1-866-762-5846. I don't know if you watch me, but I'm watching you. Damn straight I do.
of business today, billions of dollars are spent on corporations, stock market, securities, real estate, and contracts. One minor mistake causes a major mistake. Don't stay in darkness. Protect yourself. Merdad Alboz, attorney at law. فوتونگار با افتخار مسئولیت فیلمبرداری و عکسبرداری جشن‌های عروسی شما را می‌پذیرد. فوتونگار با بیش از 15 سال سابقه با کادری متخصص و مجهز و قیمت‌های مناسب بالاترین کیفیت را تضمین می‌کند. لحظات شیرین و با ارزش خود را فقط با فوتونگار زنده نگه دارید. 310-477-75-76 فوتونگار .com. Well, this is the Fortuna Show. I don't know if you watch me, but I'm watching you. Damn straight I do. Watching you, baby. Don't think I'm not watching you. خب دوستان عزیز، مثل این که ما نمیخواستم از اول تاپیک بذاریم یا سوژه بذاریم برای امروز، ولی خیلی دنبال قضیه دیورس و طلاق گرفتن و دوستان حرف بزنن. من باید بگم که بنده وکیل نیستم و کانسالتنت و مشاورم نیستم، ولی طبق اصل اول قانون اساسی که همانا مثل سوشی میمونه برای ما ایرانی ها، بنده حق دارم نظرم راجع به هر چیزی بگم، چه در میدیا، چه پابلیکلی، چه پرایویتلی. و اونقدر گفتم سوشی گشنم شد، یاد سوشی افتادم. و اینا نظرات منه. اگر چیزی من میگم، این نه کانسالتیشنه، نه راهنماییه، نه معالجه است، نه تراپیه، بلکه ولی خیلی دوستان زنگ بزنن و سوالاتی بکنن ببینن نظر من چیه. و طبعا نظرات من در زندگی خودم برای خودم خوب بوده، درگیر دو تا سه تا ازدواج درب و داغون آتشبار نشدم، سه تا بچه از من، سه تا دختر حامله نشدن، 6 دفعه زندان نرفتم واسه اینکه دختر رو کتک مثلا زدم، بعضی اینجور چیزا. خب so that means I know what I'm talking about. First میگن when you talk the talk you gotta walk the walk. Well, my whole life has been walking the walk. حالا if you have something to talk about، خوشحال میشیم که با هم صحبت بکنیم. قضیه دیورس به اون کثیفی و به اون منحوسی و نحوست قدیمی نیستش که بوده. اون موقع یادتون باشه یه عروسی یه نفر میرفتی یه زنی طلاق گرفته بود، راش نمیدن تو اتاق عقد، میگفتن بدیومنه، میگفتن شگون نداره که یه زن طلاق گرفته بیا سر سفره عقد، که چیه؟ اون دوم میکنه اینا رو، نحسی طلاق اون دو سفره عقدی که میخوان دختر عقد بکنن. حالا دختر همجوری سیمبالیکلی میگفتن دختر، حالا جدی نگه، و دختر عقد میکنن نحسیش میگیره. چرا؟ چون طلاق چیز بدی میدونستن. ولی الان اینطوری نیست. الان شما هر زنی در آمریکا نگاه بکنی، تعداد زنهای طلاق گرفته ای که میشناسه اگه بیشتر نباشه کمتر هم نیست از تعداد زنایی که ازدواج کردن و طلاق نگرفتن. یه چیز متداولیه. طلاق اینجا مثل خرید و فروش ماشین، مثل لیست که تموم میشه هستش. تقصیر کیه؟ تقصیر کسی نیست. زندگی مدرن، اصلا زن مرد برای چی با هم ازدواج میکردن؟ زن احتیاج به حامی داشت، سرپرست داشت، نوناور میخواست، کنترلش بکنه، خونه بهش بده. چون در قدیم ارزه کار نداشت یا اجازه کار بهش نمیدادن یا مردا بیرون وحشی بودن، احتیاج به سرپناه داشت، میرفت ازدواج میکرد. الان که خوشبختانه خانم‌ها هم وضعیت اجتماعی دارن، حقوق اجتماعی دارن، عقل و شعورشون اگر از مردا بیشتر نباشه کمتر هم نیست، قدرت تحصیل دارن، حقوق اجتماعی همونجوری که گفتم دارن و حمایت هم از طرف همه جا میشن. پس در نتیجه زن امروزه به مرد احتیاج نداره. از اون طرف مرد هم به زن احتیاج نداره. مردا اون موقع
اگه می‌خواستی با یه دختر حرف بزنی داداشش یا با چاقو میمد سراغت یا با ماشین میمد بزنت پات از زانو قلم بکنه یه عمر رو صندلی چرخدار بدی به خاطر که با خواهرش حرف زدی یا نگاه کردی. وای روزی که می‌خواستی دست بهش بزنی. زمان قدیم بود و مردم توی زمانی سختشون بود، میخواستن سکس به دست بیارن، سکس سخت بود. یه وقت میرفتن یه جایی مثلا با یه سری زن هرزه سکس داشته باشن که وزار یک جور بیماری و دردسر و بدبختی و اینا بود، بهش میگفتن بیناموسی. یا اینکه اگر نمیشد که آدم بی سکس بمونه در اینجا باید ازدواج میکردن. بعد خب مردا میرفتن کار میکردن، خود خونهشون بالاخره یکی باید غذا درست کنه، بیرون all you can eat buffet 80 رنگ 499 پلاس درینک نبود، کوپان تو میل نمی اومد یه نفر بیاد 8 دلار بده غذا بخوره اون یکی هم باش فری بیاد، این خبرها نبود. 990 مدل غذایی که هیچ کس اسمش نمیتونه بیاره بیرون نبود. تصنجا اونا به زن احتیاج داشتن که خونهشون رو تمیز بکنه، غذا واسهشون بپزه، سکس واسهشون پروواید بکنه و همدم داشته باشن. ما مردا بی زن که نمیتونیم بمونیم، در نتیجه میرفتیم سراغ اونا ازدواج میکردیم. الان اون احتیاج هم نیست. چرا؟ چون از لحاظی که لاندری که خب بیرون همه دستای لاندری دارن و میدونن که لاندری میکنن، بافم که عالی کنی چیده از همه جور غذاهایی که تو دلت بخواد با 8 دلار 10 دلار 15 دلار ماکسیمم میتونی بخوری، very quality که اصلا فکر نکنم که اساسا اسم این غذا رو بتونی بنویسه دیگه، چه برسه که درست بکنه. سکس هم که قربونت برم کلابا 8 پشته وایساده دخترای آماده برای سکس، مارتینی هم نمیخواد بدی. مارتینی برای اون کسیه که بلد نیست. بلد باشی مارتینی هم نمیخواد بدی. خب پس سکس هم مسئله نیست. پس احتیاج طرفین به هم از بین رفته. خب طبعا لغ میشه دیگه. هر پدیده‌ای موقعی باقی میمونه که علتش باقی بمونه. علتش که همینجوری پس مردم دیگه نگاه بد نمیکنن. خط یکو میگیرم. دو بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین. سلام، حال شما خوب هستی؟ سلام بر شما، مرسی، بفرمایید. من فکر کنم اولین مردی میگی که حالا زنها احتیاجی به مردا ندارن. من که میگم ندارن، من میگم زنها مستقلن قوی هن. آره من اینی میگم، میگم این اولین بار که میشنوم که اصلا مردا اینی نمیگن. مردا اینو نمیگن؟ آره. خب بخواد اگه مردم میخوان بگن که شما بهشون احتیاج دارین، که شما بچسبین بهشون و هر سرویسی میخوان بهشون بدین، بعدم از شما استفاده سوء استفاده کنن، معلومه که شما احتیاج به مردم ندارین. نیستی. خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم که با شما مصاحبت کردم که این حرف از شما شنیدم. منم همینطور. منم از شما خیلی متشکرم که زنگ زدین به شما. فارسی هم خیلی خوب نیست، ببخشید. شما خیلی هم فارسیتون قشنگه. مرسی، خداحافظ. قربون شما، مرسی. خداحافظ. بله دوستان عزیز، معلومه که زن به مرد احتیاج نداره. زن یه روز قدیم اگه انگوشش رو دهنش نمیکرد با مرد حرف میزد، مرد میگفت اوه تو داری با مرد غریبه حرف میزنی، چرا؟ چون اون میخواد فوری یه کاری با تو بکنه. الان زنام بهترین ماشینایی که ما مردام سوار میشیم و تازه نمیتونیم سوار بشیم، اونم بویفرندش واسهشون میخره. البته میدونم احتیاج ندارن، نه که یعنی بویفرند میخره، ولی منظور اینه که بالاخره هست. به خاطر این قضیه قرار نیست، من نمیبینم دست شما رو چون نور افکن تو چشمه. آره مرسی، چون نور افکن تو چشمه نمیبینم. خب احتیاج نداره، چون احتیاج نداره طبعا دلیل نداره که هزار جور کراپ از مرد قبول بکنه. تا یه چیزی کوچیک بالا پایین بالا میشه میگه من میرم بیرون یا تو برو بیرون، میتونه بکنه. به خاطر همین احتیاج نیست، وقت طلاق به وجود میاد. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. سلام بهروز جان. سلام بر شما. ببین من سوالی که برای من پیش اومد، تو همیشه دعوت میکنی مردم به اینکه ازدواج نکنن که این مسائل رو دستیش داره. مثلا توی ازدواج مثلا خانم میاد یه چنین کاری رو میکنه، حالا میاد زنگ به پلیس میزنه و همچنین کاری رو میکنه. تو فکر میکنی که فقط در ازدواج اینطوری نیست؟ تو با همون دختری هم که شب از کلاب میبریش خونه
اگه اونم زنگ بزنه به پلیس و بگه این به من تعرض کرده یا نه بگه این منو زده. درسته. باز تو رو میبرم؟ معلومه. پس رفتی به ازدواج نداره. معلومه، ولی اون دختری که شما میبری خونه با خودش به میل خودش میاد 50 روز پهلوی تو در حال فراستریشن و دعوا و اینکه این لباس چرا کوتاه است، این لباس چرا بلنده، کجا بودی دیشب، با کی حرف زدی، این حرفا نیست، فراستریشن نیست. دختره با کمال میل خودش میاد، هر موقع هم احساس کرد عصبانیه تلفن تو جواب نمیده، مجبور نیست هر شب تو تخت خوابت بخوابه و یه بچه رو هی بده تمیز کنه. نه درسته. ببین من اصلا مسئله حاشیه دیتلتون اصلا رجوع صحبت نمی کنم، ولی واقعا فکری که الان به ذهن من رسید، گفتم خب پس اگر این چایی هستش که همین راحتی هر کسی زنگ میزنه پلیس بخواد بیاد بگه که اوکی اون طرف رو ببره، خب این مسئله توی همین روابط هم هست. آخه نیست عزیز من. ده. چرا اگه نیست؟ به خاطر اینکه این مسائل بیلد اپ میکنه و فراستریشن میسازه. فراستریشن میتونه یعنی چی دیگه؟ خب یعنی آدم ناراحتیش به همدیگه تلمبار میشه، هی خسته تر و خموتر میشه، یه روز یارو آقای ناراحت میشه، جاسیگاری برمیداره میکوبه به دیوار از عصبانیت. خب ببین تو روابط دختر پسرم بالاخره بعد از یکی دو ماه یه تنشایی ایجاد میشه، یه اختلافایی ایجاد میشه. آره. که خب ممکنه پسر یا دختر برلایه. بله پس این دلیل نمیشه که شما بیا ازدواج بکنید. این دلیل نمیشه که شما ببین من اصلا با ازدواج موافق نیستم، اشتباه نگیر. من سوالم اینه که فقط پس در ازدواج یک چنین مسئله پیش نمیاد؟ در ازدواج این مسئله ممکن قانون استیوپدیه، یعنی اینکه هر کسی میتونه زنگ بزنه این کارو بکنه. نه اون که مسلما قانون استیوپدیه، ولی اجراش خوب هست به شرطی که درست اجرا بشه، ولی قانون همینجوری بعد هم میتونه ابیوز بکنن. مثل هزار یه قانون دیگه، مثل تغییر مذهب و نمیدونم فلان، همین چیزایی که قوانینی هستش که استیوپد مردم دارن ابیوز میکنن. ولی مسئله که شما وقتی با طرف در ازدواج باشی، عذابی و عمق اون ضربه و زخم خیلی عمیق‌تره. ولی وقتی شما با یه دختری، حتی چند تا از دوست دخترها و دخترهایی که آدم باشون حالا دو هفته یه بار یه دفعه میبینتشون، زنگ میزنن پلیس خبر میکنن، چند تا زنها این کارو میکنن نسبتش مهم. توی کلابا، توی چه میدونم اون محله های داونتاون اینا اتفاقای زیاد میفته. همه جا میفته، ولی مسلمه که همه جا میفته، ولی دلیل بر این نیست. ازدواجات که میاد رو میشه این مسائل اینطوری که اتفاقایی که میفته. پس من اینو میخوام بگم، میخوام بگم واقعا پروتکت وجود نداره، هیچ جایی وجود نداره. یعنی در روابط همیشه باید مواظب بود. بله مسلمه. حتی اگه مواظبم باشی بازم یه اتفاق خواهد افتاد. 100% من میگم که الان زنگ زدم به شماره رو خانمشون گفتن. خیلی هم موزه بودم، به قول خودشون تلفن‌ها رو هم ضبط می‌کردم و از همه چی اطلاع داشتم. ولی یه چنین اتفاقی، یعنی به نظر من این یه چی میگم، حادثه است، یه چیز بیخ، اصلا نمی‌دونم اسمش چی بذارم. آخه هزار یه چیزی رو ازدواج نداره. من میفهم چرا، خیلی هم ربط داره، به خاطر اینکه ازدواج ببین از بریم سر علت و معلول. دلیلی که ازدواج رو نگه می‌داره احتیاج طرفین به همدیگه است، دیگه چیز دیگه ای که نیست. اوکی. خب اگر احتیاج طرفین به همدیگه ضعیف بشه ازدواج به هم میخوره، ولی تا موقعی که این ازدواج میخواد به هم بخوره انقدر مسائل لیگال و مورال و سوشال و هزار چیز دیگه دورور قضیه هستش که این باز نمیشه اصلا و اون فراستریشن اون تو جمع میشه، در نتیجه احتمال اینا در ازدواج بیشتره. شما وقتی که یه دختری که نمیخواد بیاد با شما بخوابه تلفنتو جواب نمیده، این خیلی قضیه راحت حل میشه. مگه شما آدم کش باشی یا استاکر باشی بری دم خونه اش اونم برای چه چیزی پرت کنه تو سرت؟ ولی وقتی که دختری که نمیخواد باهات بخوابه خب نمیاد خونتون، طبعا تو هم نمیبینه، پس دعوایی هم نیست. متوجه هستی؟ میخوام بگم در ازدواج ها تنشایی که در ازدواج به وجود میاد الان خیلی بیشتره، به خاطر اینکه احتیاجات کمتره. درست میشه که تو پوست گردو یه چیزی بخواد بتره. بله دیگه. من اینو میگم که در این نوع روابط هم آدم ها باید، من نمیدونم بگم متاسفانه یا اینکه هر چیزی دیگه اسمشو بذارم، نمیشه گفت مواظب، چون مواظبت کردن بازم همچون پروتست خیلی مهمی نیست. یعنی مشخص نیست که تو حتما پروتست کنه، ولی واقعا یه موزله. آها کلامش پیدا کردم. چیه موزله؟ که ممکنه هر کسی برای هر کسی اتفاق رو ایجاد بکنه. ممکنه، ولی چیزی که به قول تو بیا پیشت، ولی از نوع سکست خوشت نمیاد. از نوع سکست هم خوشش نمیاد، دفعه دیگه نمیاد عزیز من. از نوع سکست هم خوشش نمیاد، دفعه دیگه نمیاد. دیگه نمیره پلیس آخر بگه یه منو زده یا ده الیمونی از من بگیره. متوجه هستی؟ نه الیمونی آره، اونا رو قبول دارم. همه اینا به هم دیگه مربوطه. تو هر زمانی پیش بیاد، تو هر
موقعیتی. خب همه اینا آخه ببین شما آرگومنت رو من نمیفهمم، چی آرگومنت شما اینجا؟ من آره با تو آرگومنتی ندارم. نه نه آرگومنت نه ببخشید الو آرگومنت نه یعنی جر بحث، میگم آرگومنت شما چیه، یعنی پوینتی که اینجا میخوای بگی واتس یور آرگومنت. پوینتم چیه؟ اوکی پوینتم اینه که من وقتی الان داشتم بهش فکر میکردم گفتم که من خودم آدم نیستم که با ازدواج موافق باشم، ولی اینو فکر کردم خب این اتفاق، اولا که من اصلا انگار اینو استیوپد میدونم، ولی اینکه هر کسی میتونه برای هر کسی پاپوش درست کنه و خیلی راحت هم میشه کرد این کارو و این خیلی بده. خب چرا بکنه؟ مسئله اینجاست که چرا بکنه. اگه قرار باشه شما نگاه کنید بین دو تا آدمی که ازدواج نکردن، سکس که به هم میدن، مشورت که میکنن، تفریح که میکنن، همه جور محبت به هم دیگه میدن، هیچ ولی با هم دیگه زندگی نمیکنن، اینجا فراستریشن و تنش کمتر به دعوا منجر میشه، ولی وقتی دو نفر آدم که مجبورن کنار هم دیگه وایسن بیشتر به دعوا منجر میشه. وقتی هم که وقتی احتیاج نیست بهتره که چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی. خونه خودتو داشته باش، هر موقع دلت خواست سکس بکن، هر موقع دلت خواست غذا بخور، هر موقع هر کار بکن، خوشت هم نمیاد تلفنشو جواب نده، این میشه آرامش و راحتی. خیلی خوشحال شدیم، مرسی که با هم صحبت کردیم. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم. جدا من رو خط هم. بله قربان رو ایر هستیم، بفرمایید. با بهروز. من باورم نمیشه، من خدا رو شکر میکنم از زحمات پدر مادر و مربیام هم متشکرم. سلام آقا بهروز، من خیلی طرفدار شما. من از چند سالی از شما رو میبینم و یه چند وقتی رو تلویزیون نبودیم، امروز روزم رو ساختیم، همینجوری زدم کانال رو پیدا کردم دیدم. آقا اینقدر پشت خط بودم که یه جوری یادم رفته چی میخواستم بگم، ولی مشکل اصلی اینه که سیستم همه چیز رو تو تلویزیون رو میدونیم، خمیر دندون رو با زن میفروشن، بیمه ماشین رو با زن میدونیم، عکس زن رو همه جا با همه چی میبینی. واسه همین مردا همیشه چششون رفته جای دیگه شون. من نمیگم بعد از این بعد زنها هم خودشون رو پرادکت میدونن، چون خودشون هم قبول دارن که پرادکت هم دست. و این قانون ها هم ریز به روز ریز به ریزشون میدونن چه خبره، که ازش ماهیگیری میکنن و سوء استفاده میکنن. و این که از کجاش، مخصوصا زنه ایرانی، چرا؟ چون این ریشه دارتر یه ذره عمیق‌تر میشه. اما حتی اینو من قبول ندارم، ببخشید. الو ببخشید یه دفعه صبر کن برادر. من اینو قبول ندارم، زنه ایرانی بیشترن. زن و مرد در انوایرمنت ها و فضاهای مختلف رفتاراشون با هم دیگه فرق میکنه. در ایران، در افغانستان، در روسیه، در آمریکا، در اروپا، هر جا یه جور مردم روابط دارن. اینجا که زن و مرد با هم دیگه اینقدر بیخیالن، هی پیف و پیف با هم دیگه میکنن، هی واسه هم دیگه رستورین اوردر میگیرن، به خاطر اینکه شرایط فرق میکنه. زنای ایرانی هم وقتی میان اینجا مثل بقیه زنای آمریکا، آمریکایی زندگی میکنن. شما حالا ایرانی‌ها رو بیشتر دیدی، فهم می‌کنی ایرانی‌ها بیشترن، در حالی که همه همینجوری هستن. به حساب میگم که وقتی زن‌ها تو ایران ازدواج می‌کنن، از همون اول با اسم مهریه و جهازیه زندگیشون شروع میشه. درسته. یعنی اصلا با اسم که پروداکتن، با معامله شروع میشه. حالا اینجا قانونا رو می‌دونن، خودشون هم خودشونو می‌شناسن، با همین اثر به بقیه قوی‌ترن. بعد مطبوعات همین میگم نرازم بگی. 7-8 سال پیش نیستش تو ایران با اینترنت و با هزار امکانات تمام ریز به ریز تمام تلویزیون‌های شما رو می‌بینن، تمام تلویزیون. خب عزیز من درسته، زنا میخوان خودشون رو مثل ما کنن، ناخودآگاه این سبک تو اونا هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره عزیز من. بذار یاد بگیرن، هر کس یاد بگیره که چجوری از تکنولوژی و قوانین میتونه استفاده کنه که زندگیشو اونطوری که دوست داره بیشتر اونجوری که میخواد انجام بده. مثل زنایی که الان اومدن دارن حال میکنن، الیمونی میگیرن، دوست پسرشون میبرن تو خونهشون، رستورینگ اوردرن واسه شوهرشون گرفتن، یا مردایی که اینجا دارن دختربازی میکنن، کسی سنگسارشون نمیکنه، دارن حال میکنن همه. مسئله اینجاست که همونقدر که زنا قوی میشن در اینکه حق خودشونو بگیرن، همونقدر هم مردا دارن قوی میشن در این که برای این که بخوام با این زنا یا سکس داشته باشن، یا برن شام بخورن، یا بخوام برن رومانس داشته باشن، یا بخوان همدیگر رو دوست داشته باشن، همونقدر هم مردا احتیاجشون کمتر شده به این که حتما کاغذ انزوا کنن، پس مفتی و مجانی و راحت هم میتونن بگیرن. پس این به اون در بالانس های اجتماعی همدیگر رو میت میکنه دیگه. اینجوری نیست که یکی بره به عرش اعلای قدرت برسه و اون یکی به خاک سیاه بشینه.
ولی وقتی که میگن وقتی یه نفر قدرتش اضافه شد میتونه با یه تلفن تو رو پوستتو بکنه، تو هم بگو خیلی خوب منم اون قدرت رو بتونه میدم، این کاغذ امضا نمیکنم. That's the point. صد درصد. من جواب اون خانم میگم که میگه که با چرا عشق و با این چیزا زندگی شروع نمیشه، واسه اینه که زنا خودشون میدونن که پاداکن. خب آره، از اول که اصلا اساس هم همین بوده. ضمناً ازدواج برای عشق و اینا نیست. ازدواج is not about love. ازدواج یه بیزینسیه که زن و مرد با همدیگه شروع میکنن و همه مسائل ازدواج مسائل مادی هست. مسائل معنوی و عشقی با ازدواج نه به وجود میان نه در ازدواج هیچ جای ازدواج گفته شده، هیچ کدوم اینو گفته نشده. فقط مسائل ازدواج بزنسیه که این بزنس رو اگر طرف بخواد انجام بده مثل بقیه بزنس ها باید مواظب باشه که لاس اند پروفیتش چیه. خیلی خوشحال شدم با هم صحبت کردیم. بریم چند تا آگهی ببینیم. دوستان عزیز قبل اینکه بریم آگهی ببینیم، این تلفن ها رو من توجهتون جلب بکنم. تلفنی که سمت راست مانیتورتون میبینید این تلفنی است که الان میتونید با من لایف صحبت بکنید. شوی پرشونه روزهای یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر و روزهای سه شنبه ساعت 9 شب پخش میشه. برنامه لایف هست به اضافه تکرارش. و شماره تلفنی که این طرف میبینید شماره تلفن 818-667-6907 برای ادورتایزینگ و پروموشن با شوی پرچونه است که شما هم به ادورتایزرهای شوی پرچونه بپیوندید. با این شماره اگه تماس بگیرید ما براتون یک کلیپ آگهی مجانی به اضافه یک اینترویو مجانی در نظر گرفتیم که به شما هدیه میدیم و ضمناً به جانم باشه 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 و با ما تماس بگیرید و در این زمینه با ما صحبت بکنیم. ما به شما یک کلیپ آگهی مجانی میدیم و شما میتونید با ما در این اینترویو شرکت بکنید. یک اینترویو مجانی هست، میریم کامرشال میبینیم. ضمناً پرچونه.com یادتون باشه مرکز خونه پرچونه، پرچونه.com هستش و ما در قسمت میدیا براتون حدود 70 تا شو گذاشتیم. از همین شوها چرت و پرتایی که من میگم اونجا 70 تا از این شوها هست، تاپیک های بسیار هاتی هست، میتونید کلیک کنید ببینید. پرچونه.com قسمت میدیا سمت چپ مانیتورتون نوشته میدیا روی وبسایت که میدید. با ما باشید، بریم چند دقیقه دیگه برمیگردیم خدمتتون، بازم تلفن های شما رو جواب میدیم. رمز دسترسی به جذابیت، طراوت و زیبایی پوست بدن شما فقط و فقط با مراجعه به مرکز فوق تخصصی نیو لوکسکین سنتر امکان پذیر خواهد بود. در این مرکز متخصصین با تجربه با دستگاه‌های پیشرفته پاسخگوی نیازهای پوست بدن شما میباشند. از بین بردن موهای زائد بدن، شادابی و طراوت پوست، کاهش چین و چروک‌های پوست، از بین بردن رگ‌های زائد پا. شماره تماس با نیو لوک اسکین سنتر 818-662-5005. تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هوی متال آنقدرها هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر رده‌ای که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. بهروز پاپشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام هنرجویان هدیه می‌دهد. 1-866-762-5846. This is the Fortunate Show. I don't know if you watch me, but I'm watching you. Damn straight I do.
today, billions of dollars are spent on corporations, stock market, securities, real estate, and contracts. One minor mistake causes a major mistake. Don't stay in darkness. Protect yourself. Merdad Alboz, attorney at law. فوتونگار با افتخار مسئولیت فیلمبرداری و عکسبرداری جشن‌های عروسی شما را می‌پذیرد. فوتونگار با بیش از 15 سال سابقه با کادری متخصص و مجهز و قیمت‌های مناسب بالاترین کیفیت را تضمین می‌کند. لحظات شیرین و با ارزش خود را فقط با فوتونگار زنده نگه دارید. 310-477-75-76 فوتونگار. خب دوستان عزیز، بحث مثل که بالا گرفته در مورد ازدواج طلاق، یکی از داغ‌ترین سوژه های زندگی بشر وقتی کار دیگه نداشته باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. الو؟ الو، بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. سلام آقای بهروز، میخواستم بگم که من با خیلی عقاید شما موافقم، با بعضیاشم مخالف. سوال من اینه که شما که میگین خانوما و آقایون احتیاجی به ازدواج ندارن و همه تا حدودی از هر نظر خود کفا هستن، موضوع خانواده و بچه و اینا چی میشه؟ سوالتون تموم شد؟ بله. عرشبه که ما بچه کمبود اولا نداریم، انقدر بچه زیاد هست که ما اصلا نمیدونیم با اینا چی کار بکنیم، پدر مادر ندارن، ما کمبود بچه نداریم. بعدش هم اگر کسی انقدر به شعور و دانش و درک و فهم رسید که دلش میخواد بچه داشته باشه، توانایی و شعور و فهم و سواد بچه داشتن هم داشت، هیچ اشکال نداره. ولی مسلمان اون کسی نیستش که در سن 23 سالگی یا 22 سالگی میخواد ازدواج کنه، بعدش هم در سن 26 سالگی میخواد پلیس خبر کنه شوهرش بندازه زندان، یا زنشو دوست دختر بگیره زنشو تنها بذاره. آدم‌ها تا به اون حدی برسن از شعور و فهم که بدونن مسئولیت بچه‌داری چیه و چقدر مهمه، اوردی بچه‌شو نباید 11 سالش باشه. و اون وقت اگه کسی به این حد شعور درک و فهم رسید و ارزش مسئولیت این قضیه رو فهمید، اون وقت بچه داشتن هیچ اشکالی نداره به نظر من. ولی آدما فکر میکنن اولین کار مهمی که در زندگیشون باید انجام بدن اینه که یه نفر پیدا کنن، عروسی کنن، بچه بزن. اینو من باهاش خیلی مخالفم. شما در تلویزیون گوش میکنی؟ بله. نه گوشی هم دست نمیده. لطفاً نه، لطفاً فقط قبول دارم حتی اگه با مسئولیت باشه درسته، فقط لطفاً از تلفن گوش بدید، تلویزیونتون رو نگاه نکنید. و من خیلی احترام میذارم برای کسایی که بفهمن بچه داشتن یعنی چی و بچه بزرگ کردن چه مسئولیتی، اون وقت این کار رو بکنن. اون وقت این آدم وقتی به این حدی از شعور و فهم برسه، اصلا دیگه به طلاق نمیرسه، اصلا دیگه به دعوایی که اینجا سیگاری پرت کرد و این گفت چرا یقت بازه، منم عصبانی شدم رفتم با فیفی لاس وگاس 3 هفته نیومدم، حالا واسه بچه‌هامون ناراحتیم چیکار کنیم، بچه‌ها این بیچاره چی بشن. این آدم به اونجا نمیرسه. اون آدم تمام عشقاشو کرده، سکساشو کرده، مارتینیاشو خورده، لاس وگاساشو رفته، حالا میدونه که مادر بودن یعنی چی دیگه، اصلا جنگ و دعوایی سر این قضیه نداره. درسته. متشکرم از لطفتون. خسته شدم ازت، هرچی من میگم درسته. خب شوخی کردم. دوستان عزیز، ما امروز اولین روز هست در تلویزیون پرژن تی وی خدمت دوستان هستیم. به صفحه portune.com که میرین، وبسایت portune.com، پایین صفحه و پایینش که سکرول میکنید یه سری اینفورمیشن هست، پایینش نوشته portune یاهو گروپس، نوشته یاهو گروپس، یه مربع بنفشه گرافیکه، روش کلیک بکنید، ایمیلتون رو بذارید، چون شوی پرچونه فراز و نشیب زیاد داره. هر جا که ما باشیم، هر مسئله در شوی پرچونه وجود بیاد، شما از طرف ما یک ایمیل تکست دریافت میکنید. نه عکس میفرستیم واسه تون، نه فیلم میفرستیم واسه تون، نه لینک میفرستیم، نه ویروس میفرستیم. فقط شما لطف کنید برید به portune.com، پایین صفحه کلیک کنید، اینفورمیشنتون رو بذارید که فقط یه ایمیل از شما میخوایم که واسه تون خبر بفرستیم که شوی پرچون چی شده. کار ما در این ایمیل ادورتایزینگ نیست، بلکه فقط تماس با بینندگان شوی پرچون و فن کلاب پرچون هستش.
از اینکه ما توجه میکنید متشکرم. ما از حدود 8200 نفر توی یاهو گروپس داریم و حدود 5000 نفر هم تو مای اسپیس هستن که شما اگه اونجا هم برید میتونید myspace.com/portune ضمناً myspace.com/persianrock کارهای پرژن راک رو میتونید ببینید و ضمناً تو portune.com که میرید صفحه هست به نام میدیا که شوهای قدیمی تر و جدیدتر و اصلاحات رو میتونید ببینید. از طرف ایمیل من هست میتونید با من در زمینه ادورتایزینگ تماس بگیرید. ما یک کلیپ آگهی مجانی برای شما تقدیم میکنیم که هزینه براتون نداره، قیمت ما بسیار خوبه و به خاطر اینکه میخوایم شو پروموت بشه. ما در تلویزیون جدید با توجه به فضایی که اینجا هست، فضای بسیار خوبی هست اینجا، برنامه‌های خوبی رو به راحتی اجرا خواهیم کرد که در واقع پرچون شو یکیش هست و خیلی در واقع ممکن تلویزیون احتیاج نداشته باشه، ولی من به عنوان شوی پرچونه خیلی احتیاج دارم به ادورتایزر که ادورتایزر رو ما رو کمک کنم برسونیم به اونجا که در واقع من موفقیت شو رو در اون میبینم. از توجهتون متشکریم، با ما تماس بگیرید. ضمناً کسایی که با ما همکاری بکنن در زمینه ادورتایزینگ یک اینترویو مجانی، یعنی میان اینجا میشینن بغل دست عمو و عمو بیزنسشون رو معرفی میکنه، یک فری اینترویو بونس هم میگیریم. ببینیم تلفن ها چی میگن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. سلام آقای بهروز. سلام بر شما. من میخواستم به نکته خوبی کردی در مورد مسئولیت پدر مادر، لطفا این در مورد اینکه پدر چه مسئولیتی در قبال فرزندش داره و کی میتونه احساس کنه که بچه دار میشه اون موقع توضیح بدید. بله مرسی، قربون شما. یه سوالی کردی که تمام تاریخ همش دارن میپرسن. پدر هر موقع بچه درست کرد با کمال میل به خواستن بچه، نه با کمال میل به خوابیدن با یک دختر ترگل و ازگل بدن مرمری که سه روز باش آشنا شده بعد دختر حامله شده، نه با کمال میل به گرفتن گرین کارت رفته ازدواج کرده حالا دخترم حامله شده، نه با کمال میل به هزار یک کار دیگه که حالا در نتیجهش هم بچه درست شده، نه اون وقت میتونه پدر باشه. کسی که با کمال میل بخواد بچه داشته باشه، یعنی کسی که بدونه که قدرت مالیشو داره برای 18 سال آینده، نه برای 3 هفته آینده، 18 سال آینده قدرت مالیشو داره، آدمی هست که با این زن میخواد بمونه، این زنه اعصابشو خورد نمیکنه، 5 دقیقه میخواد با این زنه بخوابه خیلی خوشش میاد، بعد دیگه صدای زنه اعصابشو خورد میکنه. No, that's called the booty call. Keep booty calling. حوصله زنه رو داره، میتونه باش بمونه، لذت میبره از بودن با این، بدونه که بچه هر چقدر که هر چه مردی چه زنی میگه من به زن احتیاج ندارم، زنه میگه من که به مرد احتیاج، من خودم بیبی سیتر هست، من خودم مردم کار میکنم فلان، این همش بی خوده. این از نظر تو درسته، از نظر بچه که در بچه میخواد بابا بالا سرش باشه، بابا هر چقدر برای شما بابای خوبی شوهر خوبی نباشه، واسه اون تنها مرد موجودی است در جهان که واسهش مهمترینه. حالا هر آشغالی میخواد باشه، گنگستر میخواد باشه، آدم کش میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، پس واسه اون مهمه. مادرم همینطور واسهش مهمه. پس اگه قرار باشه که به قلب اون بچه ایمان و آرامش به زندگی بدی، مجبوری که خانواده خوب داشته باشی. خانواده خوب و معمولا یه آدم هورنیه 21 ساله نمیتونه شروع بکنه. اون میخواد کارش که تموم شد راشو بکشه بره فوتبالش رو نگاه کنه. بعضیا تا 50 سالگی هم همین کارو میخوان بکنن. مرد خوب، بابای خوب، اون بابایی که بتونه بفهمه که با بچهش چی باید بده. شما ممکنه در 30 سالگی اینو بفهمی، ممکنه در 50 سالگی هم اینو نفهمی. در نتیجه مهمترین چیز با این که شما باید بفهمی که دور و بر بچه ساختن چه مسئولیتایی داره. هر موقع تونستی به 10 تا سوال در مورد مسئولیت‌های بچه داشتن جواب بدی، به نظرم تو تازه میتونی شروع کنی. در غیر این صورت مثل بقیه این گله‌های عظیمی که دارن تولید مثل میکنن، شما هم دو تا درست میکنی دیگه، بعدم دوستش داری چون چشمش شبیه توئه. تلفنم که داری. خب تلفن های تموم شد. اونایی که میگفتن خطاتون پره میتونی زنگ بزنید. عرض شد که به این ترتیب
بچه هم کم نداریم، برای عشق هم ازدواج لزومی نداره بکنین، همه آدم ها همه با هم عشق و عاشقی دارن، مثلا هم دیگه جون میدن، ازدواج هم نکردن. ازدواج هم مسخره ترین چیزی در دوره امروز، به خاطر که هیچ کس بهش احتیاج نداره. اصلا من یکی راحت مثلا نمیتونم تو تخت با یه نفر بخوابم، دستت میخوره بهش، پاد میخوره بهش، میخوای بلند شی بری دستشویی، تخت بیچاره میپره خواب، اون بلند میشه میخواد به دستشویی. مگر اینکه تا حدی به هم علاقه من بشی که بتونی واقعا اون آدمو جزء از وجود خودت حس بکنی، نه به خاطر اینکه دیگه وقتشه دیگه ازدواج کنی، نه به خاطر اینکه دیگه وقتشه که دیگه اگه الان بچه نزایی یا مثلا سنت بره بالا دیگه وقت بچت میخواد بره تیم فوتبال، تو روی صندلی چختار باید بشینی، اینا هیچ کدومش ارزشی نداره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. الو سلام بهروز خان، خیلی خوشحال شدم شما رو بعد از 2 سال دیدمتون. کجا بودین خانم؟ ما برنامه داشتیم همیشه روز ساتلایت که. من متاسفانه وقت زدم امروز شما رو دیدم، خیلی خوشحال شدم. ما همیشه بودیم، ما تلویزیون بودیم. متاسفانه من ندیده بودم، خیلی خوشحال شدم. درصد میشناسین منم، الان اسمم رو ایر نمیگم، ان شاءالله که موفق باشین. شما همیشه درست میگی. نم که خودم میدونم. خستم نشین از دور. خیلی متشکرم. واقعا این سابجکت که شما صحبت میکنی خیلی درسته و خب ایشالله که همه همدیگر از وجود همدیگه بدونن و اون موقع تصمیم بگیرن که بچه دار. بله. و یه بتونن یک نسل بسیار خوب با محبت با عشق به اجتماع تحویل بده. بله متشکرم. خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم. من همینطور افتخار داریم. بله آجو. شوی فورتونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. سلام آقا بهروز. سلام بر شما. شما خسته نباشید. مرسی. بعد خواستم عرض کنم شما خیلی اسمارتی. اونم که خودم میدونستم. خواهش میکنم. چه آدم پر روی هم من. مردم زنگ میزنم تعریف میکنم، من خودم میگم میدونم. نه شوخی میکنیم. بعد اصلا لطف داریم. ولی یک کمی آدم اگه چشو باز کنه، یک کمی بینش داشته باشه، میبینی که همه به اندازه کافی که این جام دنیا رو به گن نکشن با بچه های گنگستر و حامله های 16 ساله و اینا، بعضی کافی میفهمن، فقط یه خود با توجه کنن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هست. آقای بهروز خان جونم بفرمایید، رو ایر هستی. حال شما چطوره؟ متشکرم. خوبی؟ این محل جدید مبارک. مرسی، متشکرم. آره خیلی صحنه پشتونم خوشنگ بود. بله چه دکوراسیونی، فقط من آره. من راجع به ازدواج که صحبت میکردیم. بله. الو. بله داریم گوش میدیم. آره راجع به ازدواج صحبت میکنیم. من فکر میکنم ازدواج کامل و خوب طوری که دو جسم در یک روح باشن. بله. دو روح در یک، نه دو جسم. چیزی مثل همینه. آره زیاد سخت نگه، همین چیز هست. که هم میتونن نزدیک هم بشینن، کانورسیشن بکنن و با توافق هم دیگه بچه هایی رو تحویل اجتماع بدن. مثلا احمقانه ترین چیزی که من شنیدم در مورد آشنایی برای ازدواج این که میگه یه زن و مرد بیان با هم دیگه بشینن، با هم صحبت بکنن، صحبتاشون رو با هم بکنن، ببینن نظراتشون در مورد زندگی آینده چیه، که ببینن به هم میتونن با هم ازدواج کنن یا نه. احمقانه ترین چیزی که من شنیدم. چرا؟ به خاطر اینکه زن و مرد تا با هم دیگه چند سالی نرم بیان زندگی نکنن. من فکر میکنم فقط ازدواج روی مادیات و آره دیگه. اون میگه که خب تو چند تا بچه میخوای؟ میگه من دو تا بچه میخوام. میگه نه من زنم نباید کار کنه. ها به توافق رسیدیم، پس بریم بچه درست کنیم. شما اگر اینجوری فکر میکنید ازدواج که پوچ و به طلاق میرسه. بله. و این ازدواج ها هیچ فایده نداره. دقیقا درست. خودتونم ازدواج نباشه بهتر. بله خیلی متشکرم، خوشحال شدم. شما پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما، بفرمایید. ببخشید فقط میخواستم شما نظر شخصی خودتون رو در مورد عشق بگین. اعتقاد شما، نظر شما، بیلیو شما از عشق چیه؟ از تلویزیون گوش میکنم. بله خیلی سوال قشنگی کردید. عشق هیچ ربطی به ازدواج نداره. عشق یک دریافتی هست، یک احساسی هست، یک نزدیکی هست، یک دیدن همدیگه در همدیگه هست، یک از خودگذشتگی هست که شما به دست میده و حس میکنی که این آدم رو میخوای بهش اون چیزی رو بدی که خودت میخوای. Not all the time، ولی خب شوخی کردم.
یعنی اون چه برای خودت میبینی برای اون و اون چه برای اون خوب میدونی باید چیزی باشه که برای خودت هم میخوای که ارداش بازی یکی شد. به هر صورت یک نزدیکی هست، این ربطی به ازدواج نداره، ازدواج هیچ ربطی به عشق نداره، ازدواج بیزنسه، یه معامله است، رو کاغذ مینویسی، قرارداد، تاریخ داره، مبلغ پولی داره، قوانینی که در مورد ازدواج مطرح میشه و گاورن میکنه و پروتکت میکنه و انوایرمنت واسه تمام قوانینیست در مورد پول و مسائل مالی و مادی هستش، هیچ ربطی به ازدواج نداره. چون من میخوام ازدواج رو بحث بکنم پس من از عشق چیزی نمیفهمم، این نیست. من مطمئنم نظر شما این نبوده، ولی طور کلی همیشه میگن ای پس عشق چه میشه؟ عشق چیزی هست به من بین شما و یه نفر که خیلی باش خوب خوابیدی، تمام پرزای همدیگه صاف شد، همه چی فهمیدین که واقعا میخواین همدیگه رو، اون عشق ممکنه جوانه بزنه. من باید یه نفر حتما تا باش عاشقش نباشم نمیتونم بخوابم. اینم یکی از حرفای احمقانه ترینی که من شنیدم. من نمیتونم کسی بهم دست بزنه تا من عاشقش نباشم. من اول باید عاشقش باشم. عاشق چی میخوام باشی؟ یه آدم هورنی اینجوری نگاهت میکنه منتظر لباس تو در بیاره. عاشق چی میخوای بشی؟ عشق ماورای رابطه فیزیکی دو تا آدمه. هیچ ربطی هم به رابطه بیزنس مالی دو تا آدم نداره. اون عشقه. حالا بعضی اصلا نمیتونن تعریفش کنن مثل من، بعضی هم که حالا حسش میکنن پیداش کردن. اگه منظورتون بود ابیوز خودتونو نکنین. شوی پرشنو بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم. سلام آقای بهروز. سلام بر شما، مرسی، متشکرم. بهروز خان یه سوالی داشتم در مورد کسانی که خب ازدواج کردن بعد از سالها و بچه هم دارن و خب نمیدونم دیگه مثل خیلی از آدم های دیگه خب تفاهمی وجود نداره تو زندگی، یا اینکه در کل حالا به قول شما عشق هست نیست، کم زیاد نیستش، ولی خب چون بچه های این وسط هستش فقط به خاطر بچه ها زندگی میکنن و میگن خب به خاطر بچه ها جدا نمیشی، ولی بیرون از خونه آقا برای خودش و یا ممکنه خانمه برای خودش باشه، نظر شما راجع به این قضیه چیه؟ من فکر میکنم که دینی که آدما بعد از به وجود آوردن بچه چه فهمیده چه نفهمیده به هر دلیلی بچه‌ای به وجود اومده که به شرافت آدم مربوط میشه و به ارزش انسانی آدم مربوط میشه، سوای این که دوست داره با این خانم دیگه بخوابه یا نه، با آقای خانم دوست داره که آقای بهش دست بزنه یا نه، این یه دینیه که به اون بچه‌ها داره. من فکر میکنم عاقلانه ترین تصمیم اینه که به خاطر بچه‌ها حداقل ظاهر قضیه رو نگه دارن. اونم اطمینانی قلبیه که به بچه میدم. من خودم هم حس میکنم که وقتی من حس بکنم ببینم که الان من هر موقع چشم باز کردم بابام خونه بوده، هر موقع چشم باز کردم مامانم خونه بوده. درست. من نمیدونم اینا با هم دیگه چه جنگ و دعوایی داشتن. دقیقاً 100% جنگ و دعوا با هم داشتن. ولی همه دارن با هم دیگه، ولی به من هیچ کدومش سرایت نکرد. حتی من یه دفعه نشیدم اینا سر هم دیگه داد بزنن. اوکی. یا با هم دیگه دعوا کنن یا با هم دیگه توهین بکنن. این باعث شد که من حس کنم در بهشت بر این دارم زندگی میکنم. خب این مسئولیت روحیه. غیر از اون نه، من فکر میکنم بچه نیست بلا فاصله جدا شه، نه اینه دو تو دوست دختر بسر. درسته. درسته. پس شما کار اون شخص رو تایید میکنی؟ 100%. 100%. 100%. مرسی، ممنونم. قربون شما. شوی پرشونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. الو، بفرمایید. با بهروز رو. آقای بهروز خان، حال شما، حالتون خوبه؟ مرسی، بفرمایید. خیلی ممنون از برنامه، بسیار فوق العاده آموزنده است. خیلی ممنون. خیلی مهمه در جامعه ما ایرانی ها. ما رو میگن. بله، بفرمایید. قرض از مزاحمت این که من راجبه یه دختر و پسری صحبت میکنم که ما از سوئد آمدیم اینجا توی آمریکا و داریم اینجا زندگی میکنیم. بله. و تازه دختر 19 20 سالش بود و پسرم 24 5 سال. این خانواده اینا بعد از 3 4 ماه خیرمون رو گرفتن، گفتن که اینا ازدواج بکنن. بله. و من همش بهشون میگفتم اینا باید بیشتر همدیگه رو بشناسن و بیشتر با هم مکاتبه داشته باشن. حتی ازدواج مال فقط این نیستش که تو 3 4 ماه در موضوع رو آدم ببنده و جریان رو فقط به ازدواج ختم بده. بله. اینا نه تجربه ای دارن از زندگی قبل یا دوست پسر قدیم یا دوست دختر قدیم که هیچ تجربه ای ندارن. اینا اول باید هم دیگه رو یه مدتی بشناسن. یه سال که گذشت
به دلایل مختلف که ما تازه مهاجر بودیم اینجا اومدیم نشد ازدواج اینا. ولی اینا هنوز ادامه دادن تا 2 سال. الان خانوادهشون بسیار ناراحتن که چرا 2 سال طول کشیده. و منم تمام مدت میگم هر چی طول کشیده به ضررشون تموم نشده، به نفعشون تموم شده. بله. که بیشتر همدیگه رو بشناسن. بله. عادت خوب و بد هم و چطوری تا چه اندازه دختر من عصبانی میشه تا چه اندازه این. حالا اگر هر کسی بگه اعتراض بکنه بگه که چرا اینا زودتر ازدواج نمیکنن، من میگم شما کلدرال بذار که هر چیزی اتفاقی افتاد از ازدواج اینا شما باید پولشو بدی. بعدشون تشکر میکنن که پولاشو بدن. خیلی خوشحال شده. شما پرسونه بفرمایید با بهروز زوئر هستید. الو بفرمایید با بهروز زوئر هستید. الو الو بفرمایید. موسیقی قطع شد. بله آقا، هر کی میگن آقا اینا باید زودتر ازدواج کنن، رسمای ماست. چشم، کاغذ بنویس که در نتیجه ازدواج اینا هر مسئله بعدی پیش اومد شما تضمین میکنید، چون که شما خود میدونید که دخترتو شاهکار جهانه یا که پسرت پرنس فهم شعوره دیگه. پس شما باید کلدرال بذاری که خرجاشو میدی، اگه نه زیپت let him go. شوی پرچونه بفرمایید با بهروز رویر هستیم. الو سلام. سلام. مرسی از این که این برنامه رو شما دارین. من برای اولین بار دارم برنامه شما رو نگاه میکنم. فهم میخواستم که نظر خودم در مورد برنامه تون بگم. بله. میخواستم بگم آقا بهروز، من نمیدونم شما رو چه حسابی دارین حرفا رو میزنین، ولی به هر حال ازدواج یه مسئله ای که حالا من نمیگم 100% مردم دنیا، ولی 80% مردم دنیا بهش اعتقاد دارن، بهش ایمان دارن. بله. و شما اومدین این مسئله 90% ببخشید معذرت میخوام 90% که هیچی، ممکنه میلیون ها نفر از آدمای دنیا عقیده دارن که سانتا کلاز از توی چمینی میاد پایین. آیا واقعا درسته؟ من کاری به مردم ندارم. پس الان گفتی من به نظر من مردم عقیده دارن، که پس عقیده مردم چه اهمیتی داره که کی چقدر چند نفر عقیده دارن؟ بله، ولی من برای من الان خب پس اجازه بده من حرف اول شما رو بفهمم. پس این که مردم دنیا به چیزی عقیده دارن اصلا چیز اهمیتی نداره، درسته؟ الان 2 بیلیون نفر میگن که یه زنی بچه زایید بدون پدر، 2 بیلیون نفر دیگه میگن یه هیچ زنی بدون پدر بچه نمیذار، 2 بیلیون نفر میگن خدا بچه داره، 2 بیلیون نفر میگن خدا بچه نمیذار. چه اهمیتی داره که مردم دنیا چی میگن؟ ببینین ازدواج مسئله ای که آدم باید خودش بخواد. پس قبول دارین که این که مردم دنیا کلی 90% به چیز عقیده دارن چیز بی ربطیه؟ نه من این مسئله رو رد نمی کنم به خاطر اینکه میدونین یه سر جواب منو میشه لطفا بدین؟ جواب منو لطفا بدین. قبول دارین که اگر گروه زیادی از مردم دنیا به یه چیزی عقیده داشته باشن این هیچ معنی نداره؟ من این مسئله رو قبول ندارم که شما میگین. یعنی اگه گروه زیادی از مردم دنیا به یه چیزی عقیده داشته باشن اون چیز درسته؟ حتما درست هست. پس یعنی الان سانتا کلاز از چمینی میاد پایین دیگه نه؟ البته بهتون بگم ها، خیلی از مسائل تو دنیا هست آدم میتونه قبولش بکنه میتونه قبولش نکنه. پس ربطی به اینکه کیا به این قضیه عقیده دارن ربط نداره؟ نه من فقط برای من مهمه که شما رو چه حسابی میایین این حرفو میزنین، رو چه تحقیقی کردین تو زندگیتون میایین این حرفو میزنین. بذار من حرف اولو با شما بفهمم. شما نمیذاری حرف اول ما بفهمیم. من یه مرضی که تو شوی پرچونه دارم یه حرفی اگه بزنی اگه من نفهمم اصلا به حرفای بعدی هیچ کاری ندارم. این بیماری روحی منه. خب و این که گروه زیادی از آدمای دنیا به یه چیزی عقیده دارن یا ندارن چیز بی ربطیه و هیچ ربطی به این که اون چیز درسته یا غلطه نداره. اینو شما قبول داری؟ من شخصا خودم کل اگر جواب سوال من یه yes یا نو عزیز من جواب سوال من یه yes. من دارم جواب سوال شما رو میدم. یک کلمه جواب وقت ما تموم شده. یک کلمه من جواب میخوام. اینم به خاطر ریسپکت و احترامیه که در این آخرین ثانیه‌ها میتونی برای خودت از بیننده‌ها بگیری. به من کاری ندارم.
اینکه گروه زیادی از مردم دنیا به یه چیزی عقیده دارن یا ندارن این چیز ارزشمندیه یا نه، هر کی ممکنه به هر چی عقیده داشته باشه، بله یا نه؟ من احترام میذارم و چیز ارزشمندی میدونم. خیلی متشکرم. پس یعنی اگه همه آدمای دنیا بگن که سانتا کلاس از پنجره میاد پایین، اون درسته. آدم خودش میتونه تشخیص بده. پس ربطی نداره. پس ربطی نداره به اینکه آدمای دنیا چی فکر میکنن، درسته؟ چون الان کلی از آدمای دنیا فکر میکنن خدا سه تا بچه میذاد. کوی میل بیلیون ها نفر فکر میکنن اگه تو بگی خدا بچه میذاد باید سرتو ببریم. پس ربطی که به دیگر آدمای دنیا چی فکر میکنن چیز بی ربطیه. چیزی رو ارزش چیزی رو ثابت نمیکنه. حالا اگر 90% آدمای دنیا هم به ازدواج عقیده داشته باشن، اونم بازم ارزشی به ازدواج نمیده. خوشحال شدم با شما صحبت کردیم. وقت برنامه تموم شده. از خودم بود با شما صحبت بکنم، ولی برمیگردیم ان شاء الله روز سه‌شنبه. fortune.com یه سری بزنید برای ادورتیزینگ با ما تماس بگیرید. اون شماره تلفن مستقیم گروه فورچونه هست و شما میتونید تماس بگیرید. تبلیغات شما به صورت مجانی اینجا تولید میشه و با قیمت ارزان هست تقدیم شما میشه. با اون شماره تلفن تماس بگیریم. شو بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 9 شب، همین سه‌شنبه‌ای که میاد 9 شب، و تکرار این برنامه هم حتما بارها پخش خواهد شد. ما متشکرم از دوستان در تلویزیون پرژن تی وی و همکاریتون رو ما قدردانی میکنیم. fortune.com اونم شماره تلفن ما هست. شوهای فورچونه رو ببینید در قسمت میدیا و انشالله سه‌شنبه شد و دوباره ساعت 9 شب بعد از برنامه های کامرشال ما در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار. Well, this is the Fortune Show. I don't know if you watch me, but I'm watching you. Damn straight I do.